سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم. محمد بن سلمان ولی عربستان سعودی وعده کرده که کشورش در پاکستان به ارزش میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. شاهزاده سعودی در آغاز سفر یک هفته به آسیا روز یک شنبه وارد اسلام آباد شد. او از هند و چین هم دیدن می کند. در هوا جت اردوی پاکستان تیاره حامل شهزاده بن سلمان را بدرقه کردند. در زمین در یک مراسم شکوهمند فرش سرخ زیر پای او پهن شد شاهزاده سعودی به عمران خان صدر پاکستان گفت 20 میلیارد دلار در این کشور سرمایه گذاری می کند عمدتا بر پروژه های انرژی و یک دستگاه جدید تصفیه تیل در مرحله اول این یک گام بزرگ است و دقیقاً که در هر ماه و هر سال بیشتر شده می رود. صدر ازم پاکستان این اقدام سعودی را بسیار با ارزش خوانده و گفت سعودی واقعا که دوست روز بد است وضعیت اقتصادی پاکستان در حال حاضر نابسامان است و این کشور با بحران پول نقد است قرار است شهزاده بن سلمان از پاکستان به هندم برود. پیشا پیش عربستان سعودی خواهان حل مسالمت آمیز بحران میان اسلام آباد و دهلی جدید شده. هنوز شهزاده سعودی پاکستان را به مقصد هند ترک نکرده که خبر از اوجگیری تنش میان اسلام آباد و دیلی جدید میرسد. پاکستان سفیرش را به خاطر مشوره به اسلام آباد فراخوانده. آن طرف هند روز پنجشنبه گفت انتقام کشته شدن 41 نیروی ملیشه در منطقه کشمیر را می گیرد. پیش از این عادل الجبیر وزیر دولت در امور خارجی عربستان سعودی در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت سعودی می خواهد تنش میان پاکستان و هند از راه صلح حل شود. اکنون دیده شود که با دیدار شهزاده محمد بن سلمان وضعیت چگونه رقم خواهد خورد قرار است بن سلمان با دیدارش از چین سفر یک هفته را به پایان برساند دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته کشورهای اروپایی باید صدها جنگجوی گروه دولت اسلامی که در سوریه دستگیر شدند را دوباره تسلیم شوند ترامپ در توییت تازهش گفته که ایالات متحده این جنگجویان را محاکمه کرده پیش از این او در ماه دسامبر گفت که واشنگتن نزدیک به 2000 سرباز آمریکایی از سوریه را برون می‌کند خواست جدید ترامپ از متحدان اروپایی امریکا در یک توییت تازه ایالات متحده از بریتانیا، فرانسه، جرمنی و دیگر متحدان اروپایی می خواهد که 800 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش را که ما در سوریه دستگیر و محاکمه کردیم دوباره تسلیم شوند. او به متحدان اروپایی خود هشدار داده که راه بدیل راه خوبی نخواهد بود چون که اگر مجبور شوند این جنگجویان را رها خواهند کرد. ترامپ افزوده که به گفته او خلافت در حال سقوط است و اینکه ایالات متحده خواهد جنگ جویان داعش به اروپا رخ نکنند رئیس جمهور ترامپ در ماه دسامبر متحدان اروپایی را تکان داد و اعلام کرد که نزدیک به 2000 سرباز آمریکایی را از سوریه بیرون میکند اکنون چندین کشور به شمول فرانسه که پذیرفتند جهادگران در بازداشت نیروهای دموکراتیک سوریه باقی بمانند با معمای دیپلماتیک، حقوقی، سیاسی و لوجستیکی روبروستند. این در حال است که وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد سوریه و نیز موضوع بازگشت جنگجویان خارجی گروه دولت اسلامی یا داعش بحث می کنند. طرفهای های درگیر جنگ در یمن توافق کردند که خروج نیروهایشان را از هدیده آغاز کنند. گفتگوها میان طرف های درگیر در یمن به ابتکار سازمان ملل متحد به پیش می رود. هدف گفتگوهای روان نجات توافق است که به خاطر مخالفت ها بر سر کنترل بحیره سرخ تطبیق نشده است. مایکل لولگارد رئیس تیم نظارتی سازمان ملل متحد با نمایندگان های درگیر جنگ در هدیده دیدار کرده به اساس گزارش ها طرف های درگیر جنگ تا کنون در مورد جدول زمانی خروج نیروها از شهر بندری هدیده و میکانیزمان توافق نکردند به دلیل اختلاف ها بر سر خروج نیروها از این منطقه گشایش راه ارسال کمک به ده میلیون یمنی نیازمند به کمک بشر دوستانه به تاخیر افتاده بود یمن از کشورهای نادار است که در نتیجه جنگ با قعطی و گرسنگی هم روبرو شده شوریشان حوسی مخالف حکومت که از حمایت ایران برخوردارند تمامی مناطق شهری را تحت کنترل خود دارد نیروهای حکومت بر رهبری ابو ربو منصور هادی در جنوب عدن و برخی از شهرهای ساحلی حضور دارند با جنگ یمن بیشتر از دید جنگ نیابتی میان ایران و عربستان سعودی نگریسته می شود مجسمه ها نابینایند اما اکنون از مجسمه ساز به شما میگوییم که خودش نابیناست او در مکسیکو زندگی می کند و بسیاری ها را الهام بخشیده است. خوز گارسی آنتونیو زندگیش را به آفرینش هنر وقف کرده. در 55 سالگی بیماری چشم در مکسیکو قوت دیدش را از دست داد. در 55 سالگی از بیماری چشم در مکسیکو قوت دیدش را از دست داد. ولی از گل آثار سفالی می آفریند، افسانه‌ای و الهام بخش. توانایی دیدن را کاملا از دست دادم اما امیدم را نه غمگین و خشمگین هم نشدم مثل یک مرد به زندگیم نگاه کردم و به خود گفتم زندگی این است همسرش سانترینا مندوزا همواره در کنار او بوده و حمایتش کرده حلقه های هنری در سطح بینالمللی با آثار سفالی خوزه گارسیا آشنا هستند تشکر از همراهی شما همین خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام تا دیدار دیگر خدا نگهدار